خب شباهنگ رو با پخش گزارش هنری ادامه میدیم. سالار عقیلی، هنرمند برجسته موسیقی ایران، در ادامه تور آمریکای شمالی خودش کنسرت بزرگی رو در شهر لس‌آنجلس ترتیب داد و برنامه جذابی رو برای دوستداران موسیقی سنتی ایران به روی صحنه برد. همکارم آرش سری به این کنسرت زده و پای صحبت سالار عقیلی نشسته. توجه شما رو به گزارش اختصاصی صدای آمریکا از این کنسرت جذاب جلب میکنم. چه شود گر خبر آید شب ما را سحر آید، دلم از شوق تو برزد چو کبوتر به هوا آید. گروه راز و نیاز که متشکل از برجسته ترین موزیسین های جوان ایرانی است، برنامه هایشان را از 2 ماه پیش از مونترال کانادا شروع کردند و در شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا به پایان می‌برند. این گروه بیشتر توجهشان را بر روی اشعار نو ایرانی گذاشتند و در کنار آنها نیز تعدادی کار بر روی اشعار کهن ایرانی اجرا می‌کنند. سالار عقیلی، سرپرست این گروه، در مورد برنامه های اجرا شده در این تور می‌گوید: کار این دفعه ما بیشتر به شعر نو و شعر معاصر می‌پردازه و به خصوص بخش اول کار که از زنده یاد اخوان ثالث و از سیاوش کسرایی هست و خب یک بخشش هم باز کلاسیک هست از حافظ و سعدی هست که در واقع هر دوی اینها رو ما در کارمون گنجاندیم به خاطر اینکه هر دو باید باشه. شعر نو پیامی که میده خیلی نوه و معاصره، همونطور که اسمش روشه، و خیلی اون پیامی که در واقع شعر نو میده به ما خیلی نمایان هست و مستتر نیست، در خیلی راحت‌تر میشه هضمش کرد تا اشعار کلاسیک. اشعار کلاسیک خب یک مقدار باید آدم یک سواد ادبیاتی داشته باشه تا بتونه اینها رو درک بکنه، هر کسی برای هر کسی قابل فهم و درک نیست، اما شعر معاصر یک مقدار امروزی تره و بیشتر به جریانات هم سیاسی هم اجتماعی و هم چیزهای دیگه میپردازه. رهایم کن که از آواز تا پرواز راییست، قفس تصنیف آزادی. گروه راز و نیاز که متشکل از 6 نفر، فردین لاهور، بهزاد رواقی، آرش کامور، کامران منتظری، حریر شریعت‌زاده و سالار عقیلی است، در سال 1374 در ایران آغاز به کار کرده و تاکنون در کشورهای مختلفی به اجرای برنامه پرداخته است. در این تور آقای حسین بهروزی‌نیا، ساکن کانادا، از بربط نوازان برجسته ایرانی که به عنوان نوازنده میهمان و هماهنگ کننده این تور حضور دارند، در مورد این همکاری مشترک میگویند: شاید اینها افرادی باشند که تازه به صحنه موسیقی وارد شدن ولی بسیار کارشون خوب هست، چه در زمینه نوازندگی و چه در زمینه آهنگسازی خیلی قوی کار کردن، بدون اینکه در واقع اینها بخوان غروری داشته باشن و فخر بفروشن که ما واقعا در سطح بالای نوازندگی قرار دارن، در کنار یکدیگر دارن کار میکنن و من خیلی خوشحال هستم که از این افراد در ایران خیلی زیاد هستن، رو به رشد موسیقی ما در ایران و امید زیادی داریم به آینده موسیقی ایران. سالار عقیلی از همون ابتدای راه اندازی این گروه با انتخاب اشعار، ریتم و ساختار آهنگ ها توجهش را به جذب جوانان به موسیقی اصیل ایرانی متمرکز کرده است. من خودم از در واقع روز اولی که موسیقی رو آغاز کردم به فکر در واقع جذب جوانها بودم به موسیقی اصیل، چون این یک بخشی از در واقع وظیفه ماست، یعنی وظیفه کسی که داره موسیقی جدی و موسیقی درست رو و بهتر بگیم موسیقی فاخر مملکتمون رو کار میکنه، موسیقی سنتی یا باید
آواز خوبی روش باشه یا شعر خوب، وگرنه میشه مثل نوحه. این هستش که مردمم خب یه مقدار ممکنه که حوصله‌شون سر بره. اینه که باید با شعر و با کلام ما این پیام رو برسونیم به مردم. کارهایی که شما از من شنیدید یا مردم شنیدن، اینها اکثرا کارهایی است که دارای تحرک هست، یعنی توش یک تحرک خاصی داره و در ریتمش، در ساختار تصنیف کارهای از اول سعی کردم این جور کارها رو قبول بکنم. سالار عقیلی و حسین بهروزینیا در مورد هنرمندان موسیقی ایرانی در خارج از کشور میگویند: من فکر میکنم که موسیقی ایرانی مال ایران هست، یعنی بایستی که در ایران، خب کسی که کار موسیقی انجام میده به نظر من باید پایگاهش در مملکت خودش باشه. هنرمند باید ارتباطش رو با ایران داشته باشه و کسانی که اینجا زندگی میکنن هر از گاهی برحال ارتباطاتی با ایران داشته باشند و از اتفاقات موسیقی ایران هم با خبر باشند و بیشتر بهتر میتونن کار بکنن. هر مردمی هم که این طرف دارن زندگی میکنن، ایرانیایی که اینجا هستن، بیشتر تمایل دارن ببینن که موسیقی دانان در داخل ایران چه کارهای جدیدی رو در اون در واقع سختی که دارن زندگی میکنن با موسیقی زندگیشون میگذرونن چه کار کردن در ایران. از صافی سبز تو گذر کرد، از صافی سبز تو گذر کرد، خوشا تو، خوشا تو.